as a prime minister. I want to be clear about what you're saying. This is very important. You're saying only Muslims count as innocent people. As far as Muslims are concerned, you're innocent if you are a Muslim, then you're innocent in the eyes of God. If you are non-Muslim, then you're guilty of not believing in God. Yes, there were many victims. You're guilty. Are you seriously suggesting that everybody on those tube trains... بله قبل از اینکه ادامه بدم من اینو بذارم من یه مقدار میبرم عقب براتون یه توضیح کوچیکی بدم. این شخص اومده اینجا میگه کشتن آدم آیا بد انسان ها بده؟ چرا شما میاین بم میذارین جنگ میکنین و دارین میکشین مردم ها؟ این برمیگرده میگه ما آدم هایی که مجرمن، آدم هایی که باید کشته بشن میکشیم. این شخص میگه پس این آدم های بیگناه چی؟ میگه آدم بیگناه یعنی چی؟ کسی که اسلام قبول نکنه حقشی که بمیره. قشنگ نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده متعال. قشنگ نگاه کنید، شعار خیلی قشنگه، به نام خداوند بخشنده متعال. بخشنده، قشنگ، خوب. میگه شماها بهترینید. این دینیه که توی سر شما کردن و در ایران به ما یاد دادن، ولی اصلش اینه. این میگه اگر مسلمان نیستی و باورهای ما اونی که ما به شما میگیم باور نداریم، باید کشته شید. این احمق میتونه بیاد اینه بگه، ولی جمهوری اسلامی اینه به شما نمیگه. چرا؟ یعنی این که میخواست سر شما کلا بذاره. این آدم زده به رگ آخر، این خلچله اصلا دیگه نشسته در کشور عربی، تمام دورش هم همه از بیخ عرب هم داره این کارو میکنه. آیا شما هم از بیخ عربین؟ چطور شما میتونین قبول کنین یک دینی که با زبون خودشون داره میگه اگر مسلمان نیستی باید کشته شی؟ میدونی میشه چند درصد کره زمین؟ یعنی اینها برای جنگ اومدن، نماز میخوان بخونین، سفره ابوالفضل میخوان بذارین، به مکه میخوان برین، جزء آدم کشان میشین. یعنی اگر بچه شما، خواهر شما، برادر شما، پدر شما بگه من نمیخوام مسلمان باشم، تو باید اونو رو بکشی. این کار اینا دارن انجام میدن. من خواستم توضیح بدم، بعد نگاه کنیم به بقیهش، با هم نگاه میکنیم. As far as Muslims are concerned, you're innocent if you are a Muslim, then you're innocent in the eyes of God. If you are non-Muslim, then you're guilty of not believing in God. Yes, there were many victims. Are you seriously suggesting that everybody on those tube trains and on that bus in London on July the 7th was in some way a legitimate target? You don't allow me to answer the question fully, Stephen. You're never going to get to the bottom of it. Let me begin by saying, as a Muslim, you must have allegiance where the Sharia says that you have allegiance. You must hate and love for the sake of Allah. You must praise and dispraise for what the Sharia says, you praise and dispraise. So as a Muslim, I must support my Muslim brothers and sisters, wherever they are in the world. I must have allegiance with them. I must cooperate with them. I must love them. And similarly, on the other hand, I must have hatred towards everything which is non-Islam. I mean, you know what, I'm trying to interrupt you too much, but I still don't feel you have addressed my question. So if I just continue with this particular point, as far as Muslims are concerned, their allegiance is always with the Muslims. So I will never condemn a Muslim for what he does. Indeed, این شخص باید 45 سالش باشه. چرا اینطوری شده؟ چطور میشه یک انسان، یک کسی که بچه هست به دنیا میاد، هیچ اطلاعی از دور و برش و دنیاش نداره، در دو نقطه مختلف دنیا به وجود بیاد؟ یکیش بره به دنبال دانش، علم، به دنبال پیشرفت بشریت، یکیش بره به دنبال کتاب‌های 1400 سال پیش و به خاطر اینکه شما باورش ندارین شما رو از بین ببره و معتقد بر اینه که اگر شما مسلمان نیستین شما محکومین. خیلی واضحه. ولی بس ناراحتی اینه، اشکال اینه که اون پرده همین اعتقادات که جلوی چشم این مرد گرفته، جلوی چشم یک عده زیادی از ما هموطنانم گرفته. اون چی هست؟ اون تعلیماته.
اون تعلیمات کی میاد؟ اون تعلیمات از بچگی میاد. حالا چرا یک عده این تعلیمات رو میدن؟ به خاطر اینکه احتیاج به برده و نوکر دارن که در اهداف خودشون که کنترل کردن مردم و سوء استفاده کردن و تجاوز کردن و کشتن برای اینکه یک مقامی حالا برای پوله، تمامش برای داشتن قدرت و پوله، هیچ چیز دیگه وجود نداره. وگرنه این شخصی که اینجا نشسته و این رهبران ایران، نه محمد رو دیدن، نه علی رو دیدن، نه حسن رو دیدن، نه حسین رو دیدن، 1400 سال گذشته. پس اینا کیو دیدن؟ اینها آموزش هایی بوده که اجازه داده شده بهشون در حد کشوری. حاکم های مملکت ما، رهبران مملکت ما اجازه دادن حتی در زمانی که ما فکر میکردیم و میکنیم که پیشرفته شدیم، به اینها اجازه رشد دادن. نه که به اینها اجازه رشد دادن، اینها مثل ویروس از زیر دارن کار میکنن تا جایی رسید برای اینکه کشور ایران در اون ناحیه خاورمیانه که وجود داره زیر دست کمونیستا نیفته و این ناراحتی که در جهان بین دو سیستم حکومتی وجود داشت، کپیتالیست و کمونیست، برای اینکه این به دست این نیفته، اینها از این مسئله بسیار حساس که خودشون هم فکر نمی کردن که روزی کنترل شد دست بدن استفاده کردن. چیکار کردن؟ دینو که از دینو داشت شعله می داد و مردم رو داشت چارج می کرد، آوردن و ازش استفاده کردن، حکومت ایران رو عوض کردن و این ارازل اوباش اومدن روی کار. این ارازل اوباش اینها هستن. دوباره گوش بدیم به این صحنه. این زنها رو میبینید اینجا، شما فهم میکنید اینا جدن میدونن؟ این مردها رو نگاه کنید، شما فهم میکنید این ایرانیایی که اینجا نشستن دارن برای ابوالفضل و برای حسن و برای حسین و برای این 12 تا امام قاتل آدم کش ایرانی، برای ایرانی ها رو قاتل بوده، قاتل ایرانی، من کاری ندارم تو کشور خودتون چه کسا بدی گردن، اینا ایرانی رو کشتن، حالا اومدن همینایی که جدشون به دست اینا کشته شده نشستن اینجا براش گریه میکنن. گوش بدیم به حرفاشون. من آقلیم مده آقلارم حسین، یا حسین دور نباید جد، ölmedim Kerbela'ya gel. Erbe'in tutmağa edizim, Erbe'in tutmağa edizim. Ben en hemen kısmeti buluşa evvel Hasan'ı bu diye nigah edeyim. Bağ da sohbeti en şahs که در مورد اینکه شما مسلمان نیستید باید کشته بشین و حقتونه کشته شین برای اینکه غیر مسلمان گناهکار هست، دوباره نگاه کنیم به این صحنه. فکر میکنین اینها اینجا نشستن برای اینکه جدن اربعینه و نمیدونم ماه رمضونه و مسلمان ها جدن اینجا نشستن برای اینکه به روحه و اون باوره که دارن روح تمام این پیغمبران و کسانی که اومدن گریه کنن؟ در ایران ما نشستن برای اینکه این قانونه، همونطوری که از اون میگن در اسلام قانونه که باید از بچگی که به دنیا میای اینا رو شستشوی مغزی بدین تا وقتی که با شما صحبت میشه شما اصلا حاضر نیستین دیگه به این گوش بدین. یعنی کسانی که باورهای شدید دارن از شنیدن حتی بحث کردن راجع به اینا میترسن. معلوم به شما قول میدم هزاران نفر اینجا نشستن که اعصابشون خرابه. آخه برای چی داره میگی؟ برای که مهرش و جانمازش الان اون گوشه است. این الان که ساعت 6 بعد از نماز مغربش رو باید بخونه، این بعد از ظهر نماز ظهرش خونده، وقتی که نشسته یک تیکه خاکی رو براش درست کردن گذاشته و یک جانمازی پهن میکنه میشینه. من عکسی گرفتم ولی امشب نشد نشون بدم، از زیادم واضح نبود، ولی من در یک هتلی جمعه یه قراری داشتم یک نفر رو ببینم. وارد این هتل مریات بسیار شیک در قسمت لازلین که رفته بودم که لیموزینا و ماشینا وایسته بودن، دو تا ماشین پلیس هم وایسته بود، قسمتی که تاکسی ها وایسته بودن، میگم یکی گفت اکبر زودتر بیا میخوام بریم دیگه، گفت الان اون حرف نزد. من دیگه با ماشین وایسادم اونجوری ببینم شیپاین بود، دیدم یک مرد ایرانی نشسته تو پارکینگ لات هتل تون